و دیگه ای که نشانه اخلاص هم نیست که از به تعبیر ساده‌تر بگیم انسان مخلص لافوک نیست، انسان ریاکار لافوک است. و متاسفانه شیطان همین رقم کار میکنه. موارد زیاده، خیلی وقتا در خیلی جاها ببینین مردم از خود گپ میزنن که ما تو کدام فلان کار دقت کردین. اینی نشانه عدم اخلاصه. یک نفری که مدح خود را زیاد کرد، دقت کردین، این نشان میده که این نفر مخلص نیست. دقت کردین. و یک نشانه دیگه هم هست که یک انسان های که مخلص نیستن مدح خود را زیاد میکنن، از خود زیاد میگن، از ایمانداری و تقوا و علم و دیگه چیزهای دیگه خود زیاد میگن، خودگرا را توصیف کردن نمیتونن. متوجه شدین؟ اگر پیشوریشان شما از یک نفر دیگه را توصیف کنین، اعصابشان خراب میشه. اما تلاسوی اصلا چرا میفهمین چرا تو میشه؟ به دلیل اینکه توقع داره بالاترین مردم باشه. شما وقتی دیگه کسی پیشش مد همی کنین، ظاهرا امی خواستش چی میشه؟ مشکن اعصابش. تو یک نفر را گاهی وقتا مثلا میبینی یک نفر میشه کس تو سی میگین او ولو که قبول داره که راستی خواهد مکده خوب است، اما نمیتونه امی که پر تحمل بکنه. اوتوماتیک تو وقتی از خوبش میگی اوتوماتیک ده تا بدیش برات میگه، در حالی که ضرورت هم نداره. چرا میخواین میفهمین چرا بدیشه میگه؟ به دلیل عظیم خواه بدیشه بگه که میخواه یعنی این را بد بسازه و خودش خود توصیف کردن نمیتونه دگراره. به توجه شدین؟ انسان هایی که مخلص نیستن دگراره مدح کردن نمیتونه، چون به خود وقت پیدا نمیکنه که به اصطلاح از مدح خود خلاص شه. در حالی که از علمای سلف نقل است، نه میگه برای یکی از علمای سلف گفتن، حالا من یکی از تابعین بزرگ گپ بسیار بزرگی است، برای او گفتن که تو چرا در مورد مردم قضاوت نمیکنی؟ گفت ما از قضاوت در مورد نفس خود بیکار نشدیم. ما شما چی رقمیم؟ ما شما از قضاوت در مورد دیگران بیکار نیستیم که در مورد خود نفس خود بپردازیم. واقعا گپ متراسی نیست. اینی حالت های ایمانداری ماست. با وجود از این ما شما توقع داریم که همون گپ را که در اول درس شروع کرده بودیم، ما گفتیم چرا امت در این حالت واقع است؟ دقت کردین، چرا امت در ذلیل ترین حالت واقع است؟ به خاطر ای که ما شما که امتیم ایمانداری درست نداریم. متوجه شدین؟ نشانش هم نیستن همین حال. حقیقتاً این ما منصف باشیم در مورد ارزیابی خود و در مورد حقیقتاً ما قدری که ما شما به بدیهای دیگران میپردازیم، آیا موارد به بدی خود میپردازیم؟ نمیپردازیم. واقعیت گپ هم نیست. این نشانه عدم اخلاص ما هست در دینداری ما. متوجه شدین؟ ان شاء الله.